هر سال که پیش می رود بر تعداد زائران اربعین حسینی علیه السلام افزوده می شود. بر همین اساس آستان مقدس حسینی علیه السلام نیز به عنوان یکی از ارگانهایی که فعالیت گسترده‌ای در زمینه خدمت رسانی به زائران اربعین دارد بر فعالیت‌های خود می افزاید. آستان مقدس حسینی علیه السلام از آمادگی کامل خود برای ارائه خدمات به زائرین اربعین در بخش‌های اقامتی و درمانی و قضایی و حمل و نقل خبر داد. حسن رشید عبایجی دبیر کل آستان مقدس حسینی در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت برنامه‌های این آستان برای پذیرایی و خدمت‌رسانی و تأمین محل اقامت و غذا و حمل و نقل برای زائران اربعین امسال از همه سال‌های گذشته مفصل‌تر بوده است. وی گفت آستان مقدس حسینی علیه السلام خود را آماده کرده و انتظار حضور شمار بالایی از زائران را دارد و برنامه‌ای مفصل برای همه بخش‌های خدماتی و درمانی و اقامتی و حمل و نقل و تأمین غذا تهیه کرده است. وی افزود این خدمات تا زمانی که آخرین زائر اربعین از کربلا خارج شود ادامه خواهد داشت. رئیس بخش بهداشت و درمان آستان حسینی هم گفت 3000 نیروی درمانی هم از پزشک و پرستار در 10 بیمارستان و مرکز درمانی که 3 مرکز آن میدانی هستند آماده خدمت رسانی به زائران اربعینند. ستار سایدی افزود این نیروی درمانی از روز 10 ماه صفر فعالیت خود را آغاز کردند. 3 مرکز درمانی میدانی نیز یکی در صحن امام حسن علیه السلام و دیگری در صحن حضرت زینب برپا شده است. او همچنین از توافق با دندان پزشکان ایرانی برای ارائه خدمات 24 ساعته به زائران خبر داد و گفت این خدمات در بیمارستان سفیر امام حسین علیه السلام ارائه می شود. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.